جشنواره بین المللی عکس خیام. نخستین جشنواره ایرانی که با استانداردها و در چارچوب قوانین فیاپ، فدراسیون بین المللی هنر عکاسی و PSA، انجمن عکاسی امریکا برگزار شد. این جشنواره رویدادی هنری است که با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفتگوی بصری میان عکاسان جهان و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام و امکان مشاهده و مقایسه بهترین آثار عکاسان ایران و جهان، نخستین بار در سالهای 91 و 92 با موفقیت برگزار شد و تداوم خواهد داشت. کلوپ عکس فوکوس، نماینده فیاپ در ایران، با سابقه چندین ساله در برگزاری رویدادهای هنری در ایران و سایر کشورها و با الگو برداری از رویدادهای مطرح هنر عکاسی جهان، نخستین جشنواره بین المللی عکس خیام را برگزار کرد. شروع جشنواره خیام از سال 88 بودش که نمایندگی فیاپ تو ایران دایر شد و پیشنهاد میشد که ما این جشنواره بین المللی زیر نظر فیاپ و با استانداردهای فیاپ یا همون فدراسیون بین المللی هنر عکاسی تو ایران داشته باشیم. پس از کسب مجوز برگزاری جشنواره از فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، انجمن عکاسی امریکا، PSA و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طراحی و ساخت سایت جشنواره و نرم‌افزار داوری عکس‌ها بر اساس استانداردهای فیاپ، فراخوان جشنواره به 6 زبان ترجمه و برای هنرمندان 90 کشور عضو فیاپ ارسال شد. جشنواره بین‌المللی عکس خیام توانست در همان دوره اول عکاسان بسیاری از سراسر جهان را به تحسین وادارد. در حدود بیش از 15,000 تا کار دریافت شدش در طی 6 ماهی که زمان شرکت کننده ها بود، که بیشتر از 2,400 تا شرکت کننده ما داشتیم از 76 کشور، که این در نوع خودش بی نظیر بود، نه تنها تو رویدادهای هنری که حتی توی ورزشی هم ما این تعداد شرکت کننده نداشتیم. اولین جشنواره بود که شرکت کننده خارجیش بیشتر از شرکت کننده ایرانیش بود. ادامه مدال‌های طلا، نقره و برنز خیام و کمال‌الملک برای نفرات برتر طراحی و تولید شد. از آنجا که طبق قوانین فیاپ تمام مراحل جشنواره باید به طور دقیق و طبق برنامه اعلام شده انجام می‌شد، آثار مطابق با جدول زمانبندی با حضور داوران مورد تایید فیاپ و PSA در تهران داوری شد. توی این جشنواره موقع داوری با این چالش در واقع برخورد کردیم که کارهایی که اومده خیلی بعد وقت و زمان بیشتری براش بذاریم به خاطر کیفیت‌های مطلوبی که داشتن، چه به لحاظ نگاه عکاسا، یعنی به لحاظ هنری، چه به لحاظ ارائه تکنیک یا هر چیزی که باعث بالا رفتن کیفیت‌های این آثار میشد. و این باعث شد که 5 روز ما شبانه روز در واقع این کارها رو گزینش کنیم. عالی، با تیم چه که برگزار کننده بودن به نظرم خیلی خوب بود. با عکسی که منتخب شده خیلی عالیه. بسیار عالیه. داوری رو من بر مبنای این عکسا که دارم نگاه می‌کنم همین خروجی خوب بود به نظرم. به دلیلی که رضایت وجود داشت. وقتی رضایت وجود داشت خب اتفاق خوب افتاده. عالی. خیلی زیبا. انصافا نفسگیره. گشایش نمایشگاه، رونمایی از کتاب نفیس جشنواره و اهدای جوایز برگزیدگان خارجی در خانه هنرمندان ایران مطابق با تقویم جشنواره در 16 فروردین ماه 1392 انجام شد که در این مراسم سفرای کشورهای دانمارک، فنلاند، ونزوئلا، بوسنی هرزگوین، اندونزی و مجارستان با
برای دریافت جوایز برندگان کشورهای خود حضور داشتند. حضور همزمان این تعداد سفیر در یک جشنواره هنری بی سابقه بوده و برگ زرین دیگری برای جشنواره خیام به حساب می آید. Very interesting, and I especially I'm overwhelmed by the number of participants from around the world, and I'm of course very pleased that some Danish photographers they decided to participate, and of course I'm flattered and honored that they also had received a medal for it. First of all, a great pleasure to be invited to this, and a great honor to have a Norwegian participant. But what I would like to say is I'm really impressed by the number of entrants and the quality of the photography. It's really impressive. The number of, I think, more than 70 countries, but also the quality of the Iranian photographers proves the quality of Iranian photography. پس از نمایشگاه خانه هنرمندان ایران، آثار برتر در طول یک سال در 20 مرکز استان از جمله مشهد، شیراز، اهواز، رشت و اصفهان مورد استقبال قرار گرفت. دیگر ویژگی بارز جشنواره بین‌المللی عکس خیام کتاب آن است که اکثر بازدید کنندگان نمایشگاه به عنوان بهترین کتاب جشنواره‌های عکس ایران از آن نام بردند. این کتاب به خاطر ویژگی‌های کیفی توانست از سوی کارشناسان پترونایش سرویس فیاب سقف تعداد ستاره ارزش‌گذاری کتاب‌هایی که توسط فیاب ارزش‌گذاری می‌شوند را کسب کند. و به معدود کتاب‌های جشنواره‌ها که توانستند به 5 ستاره دستیابند بپیوندند. سعی کردیم بهترین نوع چاپی رو که توی ایران ممکن هست انجام بدیم، یعنی از طراحی، از ویرایش خود عکس‌ها، لیتوگرافی، چاپ، صحافی، همه رو سعی کردیم بهترین رو انجام بدیم. خب هزینه تولیدش بیشتر میشد نسبت به یک کار معمولی تر، اما در نهایت خروجی خیلی خوب بود. یعنی تقریبا تمام کسایی که شرکت کردن کتاب رو دیدن راضی بودن از جشنواره. با توجه به قوانین فیاب، کتاب جشنواره در کمتر از 2 ماه پس از پایان مهلت شرکت در جشنواره برای تمامی 2400 شرکت کننده ایرانی و خارجی جشنواره ارسال شد که این امر نیز در هیچ جشنواره ایرانی پیش از جشنواره خیام روی نداده است. درسته ما تو کشورمون و کشورهای مختلف دنیا جشنواره عکاسی بسیار زیادی داریم و در حال حاضر هم با کیفیت‌های مختلف داره برگزار میشه، ولی جشنواره‌ای که بتونه با یه همچین معیار و همچین ظرفیتی انجام بشه به نظر من شاید خیلی زیاد نیست. میدونیم که تقریباً هنرمندایی که در جشنواره حتی معتبر خارجی شرکت میکنن یه چیزی بالغ بر 500 نفر شاید باشن، ولی در این جشنواره میبینیم 2000 خورده شرکت کننده داره و استقبال زیادی در دور اول این جشنواره شده و معتقدم که میتونه در دورهای آتی هم این ظرفیت بالاتر بره و این نشون میده که پتانسیل بسیار بالا و بستر بسیار مناسبی در این جشنواره نهفته است. کلوپ عکس فوکوس توانست علی‌رغم عدم حمایت مالی بخش‌های دولتی و با وجود تحریم‌ها علیه ایران و حتی مسدود شدن حساب‌های ارزی جشنواره در سایر کشورها به تمامی تعهدات خیش جامعه عمل بپوشاند. جشنواره خیام کاملاً به شکل خصوصی برگزار شد، یعنی با حمایت ارگان دولتی نبودش، که اینم در نوع خودش جالب بوده جشنواره بین‌المللی تو این سطح برگزار بشه و برگزار کننده خصوصی، که خب قطعا اگه اسپانسرهای باشن که بتونن برای دوره های بعد به ما کمک بکنن خب قطعا نتیجه بهتری میشه گرفت، چون ما خیلی ایده های دیگه هم داشتیم که به خاطر مسائل مالی نتونستیم اجرا بکنیم، اما برای دوره های بعدی
قطعا میتونیم این کار رو انجام بدیم، چون اون هدف گذاری که ما کردیم برای جشنواره بین‌المللی خیام اینه که در طی 5 سال برسه به یکی از بهترین جشنواره‌هایی که توی دنیا برگزار میشه. من همیشه گفتم که دولت به جای اینکه تصدیگری کنه و خودش برگزار کننده باشه و مجری باشه، باید کمک کنه که بخش خصوصی بتونن در واقع جشنواره ها رو برگزار کنن. فکر میکنم که جشنواره عکس خیام با توجه به شروع بسیار خوبی که داشته و با توجه به اینکه به جای اینکه مثل خیلی از جشنواره ها متکی به بودجه های دولتی باشه، واقعا به صورت خصوصی و با همت عده‌ای از دوستان هنرمند برگزار شده، قطعا در چند سال آینده خواهد تونست رکورد شرکت کنندگان رو از آن خودش بکنه. پاسخ مثبت هنرمندان به فراخوان یک جشنواره معیاری مهم در سنجش اعتبار آن جشنواره است. بیشک با این معیار کمی و کیفی، جشنواره عکس خیام موفق‌ترین جشنواره بین‌المللی ایرانی در طول تاریخ هنر عکاسی ایران است.